اتمی در گزارشی تازه مطرح کرده که جمهوری اسلامی ایران هنوز به همه موارد مبهم در فعالیت‌های هسته‌ای خود که ممکن است به ساخت بمب اتمی منجر شود پاسخ نداده است. این گزارش یک روز پیش از دیدار ایران و آمریکا برای پی گرفتن مذاکرات هسته‌ای در ژنو منتشر شده است. در این گزارش که روز پنجشنبه سیوم بهمن ماه منتشر شده آمده است که تهران هنوز اطلاعات لازم درباره دو حوزه مورد تحقیق آژانس بین المللی انرژی اتمی را ارائه نکرده است. در این گزارش همچنین آمده ایران از 20 ژانویه 2014 به بعد مطابق توافق خود با گروه پنج به علاوه یک اورانیوم را بالای 5 درصد غنی نکرده است گزارش همچنین اضافه می که ذخایر گاز اورانیوم با غنای کم ایران از نوامبر گذشته تا کنون به حدود 7953 کیلوگرم کاهش یافته است در گزارش همچنین بر اهمیت ارائه اطلاعات از سوی ایران در مورد مجتمع نظامی پارچین تاکید شده است به علاوه آمده است که ایران طبق توافق با شش قدرت جهانی از کامل کردن راکتور عراق اجتناب کرده است خبرگزاری رویترز می نویسد این گزارش محرمانه که به اعضای آژانس ارسال شده چند هفته قبل از ضرب العجل تعیین شده برای رسیدن به توافق سیاسی میان ایران و گروه پنج به علاوه یک منتشر می شود. از امروز جمعه اول اسفند ماه عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد اتمی ایران و بندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا دور جدیدی از گفتگوهای هسته ای را در ژنو آغاز کردند پس از دو روز مذاکره در سطح معاونان وزارت خارجه وزیران خارجه به گفتگوها می پیوندن و دو طرف روزهای یک شنبه و دوشنبه دوم و سوم اسفندما با هیئت‌های کامل در سطح وزیران خارجه با هم مذاکره می خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس عراقچی نوشته است پس از روز چهارم ممکن است دیگر کشورهای عضو پنج به علاوه یک هم به مذاکرات ملحق شوند. ضرب الاجل رسیدن به توافق نهایی و جامع در مناقشه هسته ایران روز نهم تیر ماه 94 تعیین شده است. معاون سیاسی وزارت کشور خبری از تلاشهای دولت روحانی برای فعال کردن نهاد خانه احزاب داشته است. محمد حسین مقیمی روز گذشته پس از نشستی با نمایندگان خانه احزاب گفته است دیروز نشستی با نمایندگان خانه احزاب داشتیم که بتوانند فعالتر شوند خانه احزاب که نهاد رسمی هماهنگ کننده ارتباط دولت با احزاب سیاسی است در دوره محمود احمدی نژاد تعطیل شده بود این سخنان آقای مقیمی در حالی است که در این هفته قوه قضاییه از ممنوعیت رسانه‌ای نام و تصویر محمد خاتمی خبر داده است که رهبر سیاسی احزاب و گروه های اصلاح طلب است معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه فعالیت خانه احزاب طبق قانون باید تمدید میشد اما این اقدام انجام نشد گفته است پیگیر ارائه راهکارهای مختلف برای فعال شدن خانه احزاب هستیم آقای مقیمی گفته است خانه احزاب که قبلا تعطیل شده همکنون هیچ محدودیتی از نظر ما برای فعالیت ندارد و اعضای خانه و به خصوص هیئت رئیسه باید تصمیم بگیرند اما به خاطر شرایط قانونی که تمدید نشده اشکالاتی دارد چرا که باید تی سالهای قبل تمدید میشد و اکنون راهکارهای مختلف را بررسی میکنیم که چگونه این خانه فعال شود معاون سیاسی وزیر کشور همچنین گفته است اینکه چه کسی و چه فردی میخواهد کار سیاسی کند به خود افراد برمیگردد ما به عنوان وزارت کشور از هر فرد و یا گروهی که بخواهند فعالیت سیاسی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی انجام بدهند پشتیبانی میکنیم و آمادگی داریم نظرات و برنامه های آنها را بگیریم و به کسانی که میخواهند در این چارچوب حزب تشکیل دهند کمک میکنیم آقای مقیمی افسوده است وقتی رشد آمارها منفی باشد نمیتوان پاسخگوی مردم بود و بهانه ای نداریم چرا که آقای روحانی قول داده که حقوق مردم را به آنها برمیگرداند و این قول قرارها در چارچوب قوانین است وزارت کشور در دولت روحانی در طول یک سال گذشته معاون سیاسی نداشته است و از سوی رای دهندگان به آقای روحانی به خاطر بر کار بودن فرمانداران و بخشداران دوره احمدی نژاد مورد انتقاد بوده است اکنون آقای مقیمی که به تازگی به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب شده است میگوید تمام مدیران دولت یازدهم موظف به اجرای سیاستها و برنامه های دولت تدبیر و امید هستند و باید از تمام اختیارات قانونی خود برای رسیدن به هدف استفاده کنند معاون سیاسی وزیر کشور همچنین گفته است پیشنهاد تغییر و انتصاب فرمانداران را استانداران به وزارت کشور اعلام می کنند و وزارت کشور نیز موضوع را بر اساس چارچوب های دولت بررسی می کند به نظر می رسد این سخنان آقای مقیمی اشاره است به انتقاداتی که در طول یک سال گذشته درباره عدم تغییر بخشداران و فرمانداران مخالف دولت مطرح بوده است آقای مقیمی درباره بخشداران و فرمانداران گفته است از طریق سلسله مراتب اداری وضعیت آنها را میدانیم و لزومی ندارد که اکنون تک تک آنها را بشناسیم و چارچوب ها اگر درست شود فرمانداران ما وظایف خود را به خوبی انجام خواهند داد معاون سیاسی وزیر کشور درباره انتخابات پیشروی مجلس شورا و خبرگان رهبری نیز گفته است مشکلی برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفند 94 نداریم اما او گفته است که هنوز اعتبار برای رایانه‌ای برگزار کردن انتخابات مجلس دهم ده هم مسبب نشده است یک مقام آمریکایی گفته است یک نیروی نظامی 25 هزار نفره متشکل از قوای عراقی و پیشمرگه های کرد در حال آماده شدن برای عملیات بازپسگیری شهر موسل از گروه موسوم به دولت اسلامی هستند. این مقام آمریکایی به خبرنگاران گفته است عملیات بازپسگیری موسل احتمالاً در ماه آوریل یا می میلادی یعنی بهار امسال انجام می شود. موسل دومین شهر بزرگ عراق است و اکنون در تصرف یک هزار تا هزار شبه نظامی داعش قرار دارد. شهر موسل با جمعیتی بلغ بر نیم میلیون نفر از ابتدای تابستان گذشته به دست داعش افتاد. به گفته این مقام آمریکایی همه نیروهای حاضر در این عملیات از سوی مستشاران نظامی آمریکا آموزش می‌بینند اما هنوز درباره نقش آمریکا در اجرای عملیات و پشتیبانی هوایی تصمیمی گرفته نشده است در همین حال خبرهایی مبنی بر آزادی چند روستای حساس در نزدیکی مقر فرماندهی داعش منتشر شده است روز گذشته سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه اعلام کرد که حملات هوایی نیروهای اعتلاف در سوریه نقشی مهم در بازپسگیری 19 روز از داعش در استان رقه ایفا کرده است. از 26 ژانویه که شپ نظامیان داعش زیر فشار حملات هوایی به محاصره کوبانی پایان دادند، نیروهای کرد متشکل از یگانهای مدافع خلق و دیگر گروههای نظامی پیشمرگه در مناطق مختلف پیشروی کردند سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید یگانهای مدافع خلق و دیگر گروههای کرد همکنون حدود 35 کیلومتر از بزرگراهی را در اختیار دارند که شهرهای حلب و حسکه را در دو سوی رقه به هم متصل می کند. شهر رقه که پایتخت خلافت گروه داعش محسوب می شود در فاصله 56 کیلومتری این بزرگ راه قرار دارد در این شرایط اعلام آمریکا مبنی بر آغاز حمله مشترک به موسل تحرک تازه‌ای در اقدامهای جبهه مبارزه با داعش محسوب می شود به گفته این مقام آمریکایی عملیات بازپسگیری موسل باید تا ماه انجام شود و در غیر این صورت گرمای تابستان این عملیات را به مخاطره می اندازد. اوایل این هفته هیدرالعبادی نخست وزیر عراق تایید کرد نیروهای این کشور در حال برنامه‌ریزی برای حمله به موسل هستند. نخست وزیر عراق ابراز امیدواری کرده بود که موسل در چند ماه آینده و با حداقل تلفات آزاد شود. آقای عبادی همچنین گفت حملات نیروهای اعتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در چهار پنج هفته اخیر بهبود یافته است با این حال فرماندهان نظامی بیش از 20 کشور جهان روز پنجشنبه در عربستان سعودی تشکیل جلسه دادند تا راه های تقویت ارتش عراق در برابر داعش را بررسی کنند. کمتر از یک ماه میشه که کوبانی آزاد شده روسای اطراف کوبانی هم تقریبا از های داعش پاکسازی شده اما آنچه بعد از آزادی این شهر جان آوارگان و شهروندان تازه وارد رو تهدید میکنه این بار نه خود داعش بلکه تله های انفجاری است که این گروه بعد از عقب نشینی از کوبانی در نقاط مختلف شهر کار گذاشتن جدا از اینکه به حال خود کوبانی از لحاظ ساختار شهری تماما ویران شده استش و شاید کمتر از 30 درصد در این شهر قابل سکونت.

افزون بر این مسئله مین های کاشته شده در شهر مشکل جدیدی هستش که مقامات شهری رو این روزها درگیر خودش کرده به نحوی که انور مسلم رئیس کانتون کوبانی از سازمان ملل متحد مقامات امریکایی و اتحادیه اروپا در این رابطه درخواست کمک کرده در واکنش به درخواست مقامات کوبانی امریکایی ها گفتن که تنها راه حل برای پاکسازی کوبانی و روستاهای اطراف از مینها و همینطور سرعت بخشیدن به روند بازسازی شهر. این هستش که از پیشمرگه ها و کورت عراقی کمک گرفته بشه چرا که ترکیه تنها به اونها اجازه ورود به کوبانی رو میده در واقع فعلا تنها محور ارتباطی کوبانی با جهان خارج همین گذرگاه مرزی جنوب ترکیه هستش از همین مسیر هم بود که دولت ترکیه اجازه ورود تعداد محدودی از پیشمرگاه های کور رو به کوبانی داد اما علا رغم وجود چنین خطراتی و با وجود هشدار مکرر مسئولین شهر کوبانی بسیاری از آوارگان کرد که در طی این مدت به ترکیه پناه برده بودن به کوبانی دارن برمیگردن سطح شهر هم تماما پوشیده از خمپارهای عمل نکرده و مینهای کاشته شده استش و به ویژه کودکان در این زمینه در معرض خطر بیشتری هستند گزارش ها در این رابطه حکایت از اون داره که تنها در طی 25 روزی که از آزادی کوبانی میگذره ده غیر نظامی تومه این تله های انفجاری شدن و تعداد زیادی هم زخمی شدن وضعیت در روستاهای های اطراف کوبانی هم به همین شکل هستش در واقع الان داعش داره از این ترفند استفاده میکنه که از هر منطقه که ناچار میشه عقب نشینی بکنه اون منطقه رو آلوده به مین میکنه چیزی که بیشتر جان غیر نظامیان رو تهدید میکنه این هستش که فعلا نه آوارگان سوری بیش از این تاب و تحمل ماندن در شرایط آوارگی رو دارن نه وضعیت شهر چه از بد امنیتی چه از لحاظ امکاناتی کاملا آماده پذیرایی از اونها هستش خانواده محمد علی تاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه از قول قوه قضایی ایران برای برگزاری دادگاه این زندانی عقیدتی در هفته آینده خبر دادند عزت و آزردخت تاهری خواهر و مادر محمد علی تاهری در اطلاعیهی که در فیسبوک منتشر کرده اند گفتند تحرک تازه‌ای برای رسیدگی به پرونده آقای تاهری با حضور یک وکیل جدید آغاز شده است. بنابر اطلاعیه خانواده آقای تاهری، دادگاه رسیدگی به اتهام فساد فلعرض قرار است در ششم اسفند برگزار شود. محمد علی تاهری که بنیانگذار گروه عرفان حلقه است، نزدیک به سه سال است که به اتهام ایجاد فرقه انحرافی در زندان به سر میبرد. در یک سال گذشته پرونده تازه‌ای با اتهام فساد فلعرض برای آقای تاهری تشکیل شده است که منجر به درخواست اعدام از سوی دادستانی انقلاب برای وی شده است دو هفته پیش نیز دادگاه انقلاب 16 تن از شاگردان محمد علی تاهری را به زندانهای طولانی محکوم کرد این گروه از شاگردان آقای تاهری در پی حضور در تجمعهایی در زندان اوین برای درخواست آزادی آقای تاهری بازداشت شده بودند آقای تاهری در یک سال گذشته به طور متناوب دست به اتصاب قضا زده است و در ماه اخیر نگرانی ها درباره شرایط جسمانی به افزایش یافته بود اکنون خانواده آقای تاهری در پی ملاقات هفته های اخیر همسر و فرزندان آقای تاهری با او از بهبود نسبی شرایط جسمیش خبر دادند خانواده آقای تاهری در بیانیه خود از علاقمندان او خواستند این فرصت را فراهم آورند تا هر گونه اطلاع رسانی درباره شرایط ایشان از طریق وکیلشان صورت گیرد در هفته های اخیر گروههایی از هواداران آقای تاهری در شبکه اجتماعی فیسبوک از احتمال مرگ او سخن گفته بودند در خبری دیگر از زندان های ایران گفته شده است محمد سیفزاده وکیل و مدافع حقوق بشر از زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان منتقل شده است به گزارش سهام نیوز وبسایت نزدیک به مهدی کروبی آقای سیفزاده به دلیل مشکل کبدی و پروستات به بیمارستان سینای تهران منتقل شده است پیشتر اعضای خانواده او خواستار رسیدگی به وضعیت سلامتی و همچنین انتقال آقای سیفزاده به بیمارستان شده بودند محمد سیفزاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که در سال 1390 بازداشت و از جمله اتهامات او تشکیل این کانون و تبلیغ علیه نظام بوده و به هشت سال زندان محکوم شده است وی پیشتر وکالت گروهی از فعالان سیاسی و دانشجویی و روزنامه را بر عهده داشته است محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته است 700 میلیارد دلار از دارایی‌های کشور طی 5 تا 6 سال خورده و قرض داده شده است آقای نوبخت روز پنجشنبه گفته است دولت روحانی وقتی وارد کار شد که دوران طلایی درآمدهای سالانه بیش از 100 میلیارد دلاری به پایان رسیده بود درآمدهای هنگفت رفته بود و به جای آن حلقه محاصره دور ملت ایران کشیده شده بود به گفته آقای نوبخت این در حالی است که دولت حسن روحانی باید با درآمد سالیانه 17 میلیارد دلار کشور را اداره کند مسئولان دولت حسن روحانی پیش از این بارها بر مشکلات اقتصادی به از دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق با وجود درآمدهای بالای نفتی در این دولت تاکید کردند. اسحاق جانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز 11 دی ماه با اشاره به درآمد 700 میلیارد دلاری فروش نفت در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفته بود اگر طبق قانون برنامه عمل میشد اکنون باید 300 میلیارد دلار در صندوق توسعه ارزی داشتیم این در حالی است که حسن روحانی نیز در روزهای ابتدایی ریاست جمهوری خود گفته بود دولت وی خزانه را خالی تحویل گرفته است به گفته این مقام دولت روحانی در دولت محمود احمدی نژاد نقدینگی در جامعه هفت برابر شد و برای مسکن مهر 43 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شده است. این سخنان آقای نوبخت در حالی است که در پی کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مسئولین دولت روحانی از احتمال کسری بودجه برای سال 94 خبر دادند. در لایه بودجه سال 94 ایران قیمت نفت به ازای هر بشکه 100 دلار پیش بینی شده بود اما خبرگزاری فارس دهم ده بهمن ماه گزارش داده بود که قیمت نفت در لایه بودجه 94 در کمیسیون تلفیق مجلس به صورت غیر مستقیم 40 دلار تعیین شده است سخنگوی دولت ایران همچنین گفته است دولت حسن روحانی برای موقعیتی که مذاکرات اتمی با کشورهای گروه پنج به علاوه یک شکست بخورد نیز برنامه دارد وی در این حال تصریح کرد اقدام دکتر روحانی این بود که پروژه نفت در برابر قضا رو که روی میزشان بود متوقف کرد تا از حقوق ملت ایران با زبان دیپلماسی، حقوق و قانون صحبت کند. برنامه نفت در برابر غذا تدایی کننده برنامه با همین نام است که در سالهای پایانی حکومت صدام حسین در عراق توسط سازمان ملل در این کشور اجرا شد در جریان این برنامه مقرر شده بود تا این کشور تحت نظر سازمان ملل آیدی حاصل از فروش محدود نفت را برای خرید غذا دارو و اقلام ضروری انسانی هزینه کند احمد قلعبانی معاون سابق وزیر نفت ایران یکم اردیبهشت 92 با اشاره به وصول نشدن درآمدهای فروش نفت ایران به دلیل تحریم های غرب از فراهم شدن امکان وارد کردن غذا و دارو در ازای فروش نفت به دیگر کشورها خبر داده بود 16 همه دی 91 نیز محمد حسن آسفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشدار داده بود که تحریم های آمریکا علیه ایران به سمت برنامه نفت در برابر غذا پیش می روید. با اجرای تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران صادرات نفتی ایران در دولت احمدی نژاد از حدود دو میلیون بشکه در روز به حدود 800 هزار بشکه رسید.